زنگ تفریح، معرفی چند تا از این درب داغونای اصطلاحاً برانداز در اتمسفر سیاسی ایران. عید دوستان، بشینی فقط بخندیم، فقط صرفاً جهت انبساط خاطر شما و معرفی برقی از این درب داغونای اپوزیسیون. مثلا یکیش همین دبنگ مجتبی واحدیه. این مجتبی واحدی تا سال 91 هم مشاور کروبی بود. این سیستمش دقیقا مثل سیستم پرایده. یه دفعه ای چپ کرد، نمیدونم به تریلی خورد، یعنی یه دفعه از طرفداری از نظام یه دفعه ای هم شده دشمن نظام. به شدت هم هیستریک زد آقای خامنه ای الدنگ. بعد در موردش بگم که او زمانی که مهدی کروبی تو بنیاد شهید بود و کلی حرف حدیث هم پشت سرش بود، گند و کثافت زدن تو بنیاد شهید. این هم یکی از معاونین بنیاد شهید بود و تو فساد، تو پرونده اختلاس و دزدی و فساد و اخلاقیش این مهدی مجتبی واحدی بعد پتپوز به قول والیارا اونجا نقش داشته. بعد حالا که گند کارشون در اومد فرار کردن دیگه، اصلاحاتچی صادراتی قبل 88. و من از رضای خدا تحلیلاش هم یکیشون درست در نمیاد، چون اینا تحلیلگر نیستن دوستان عزیز، اینا عقده‌ای هن، رویاهای خودشون و آرزوهای خودشون رو به عنوان تحلیل میدن، واسه همین همشون هم دروغ در میاد. اینه که البته امیدانا میگفت الان جدیدن داره نمیدونم کارتون واسه رستوران ها میبره، در صورت دهنش سرویس کردن تو خارج. آخر عاقبت خائنین و وطن فروشان همینا از ایران عزیز ما با اون همه جلال و جبروت و عزت و احترام، الان برو خرمالی بکن تو آمریکا. خدایا شکرت یکی از ایران ستیزان عاقبت به خیر نشد. یکی دیگه از این براندازانی که میخوام واسه تون بگم دوستان عزیز آخونزاده هست. نمیدونم چرا اینا که قبلا آخونزاده بودن حسابی دشمن دین و این چیزها در میان. مهدی خلجی، این مهدی خلجی به قول معروف این توی اندیشکده دو آمریکا، اندیشکده ضد ایرانی هم هست. چند وقت پیش هم رضا پهلوی رو دعوت کردن. یه فکت بگم، این رضا پهلوی یه سری اخبار ازش شنیدم، میگن خاک تو سر این شاهزاده خیلی خسیس و گناسه، آبرومون چند جا برده. نوبره به خدا بچه ها عید بخندید، نوبره به خدا شاهزاده باشی و خسیس و گناس دیگه. این دیگه آخرش دوستان عزیز، خوش باشی جمعونا. خب این مهدی خلجی شاگرد خصوصی عبدالکریم سروش بودی، عبدالکریم سروش که تو جنایت اول انقلاب این او انقلاب فرهنگی نقش داشتن و بعد خیلی ها رو از اساتید همینطور بیدلیل قلقم کردن و فراری دادن و خونه نشین کردن و از دانشجویان سردسته همه اونا این عبدالکریم سروش بوده که بعد چپ کرد اینم و چه میدونم مذهبی های میانه رو یا همچین چیزی اسمش میگفتن، روشنفکران مذهبی. آره بعد این شاگرد خصوصیش بوده، شاگرد خصوصی این مهدی خلجی بوده. جالبه عبدالکریم سروش خب میدونید که جدیدن میگه، جدیدن نه چند ساله میگه قرآن کلام خدا نیست، کلام محمده. بعد این مهدی خلجی آتئیست شده. میدونید زنش کیه؟ زنش همونه که حسن روحانی گفت الحمدلله ما تا حالا اختلاسگر زن نداشتیم. بعد زن این مهدی خلجی از یه اختلاسی کرد از زمان کورش کبیر تا حالا بی سابقه. مرجان جان، مرجان آل آقا، زن اولش طلاق میده این مرجان جان. الان علاقه میگه طلاق جده، دروغه اینا، به قول معروف رد گم کنی کنه. ولی خلاصه بگم که این زنش مرجان جانه که هرچی اختلاسگر زن اومد بالاخره پیرخشونو برد بالا. خب یکی دیگه از این درب داغونایی که بخوام براتون معرفی کنم این مراد ویسیه. این مراد ویسی که خودش خامنه ای شناس، بیت شناس، نمیدونم جمهوری اسلامی شناس، سپاه شناس معرفی میکنه. برید تو تحلیلات چند سال پیششون همشون هم اشتباه دروغ. این هم تو همین روزنامه های زنجیری اصلاح طلبان بود، تو حتی تو سلام بوده با خوینیا. واسه همین این جماعت اصلاح طلب بی همه چیز، اینا بی همه چیزن. وقتی من علی مطهری یا فائز هاشمی اینا رو میذارم عصبانی هم میشم، چون اینا تکثیر میکنن خائنین و وطن فروشان و بعد صادرشون میکنن خارج کشور که بیان لجن پراکنی کنن بر علی ایران. همین مراد ویسی همین توی روزنامه سلام بود، تو نشاط، توس، اسرازادگان،
بعد استادشون کی بود؟ ماشاءالله شمس الواعظین، ماشاءالله شمس الواعظین. بعد از این همه خیانت، بعد از این همه وطن فروشی، دشمنی، میدونی الان چه کار میکنه دوستان عزیز؟ داره پرورش شتر مرغ میکنه، باغداریشو میکنه. هم خیانت کرده، هم پولدار شدن، هم باغدار شدن، هم شتر مرغدار شدن، همین جرأت کردن. الان دارن آخر عمریشون رو به خوبی و خوشی هم سپری میکنن. کسی هم کارشون نداره، بگن چه کاره بودید، جواب پس بدن. هیچ. این مراد ویسی دلدنگم یکی از هموناست که مکتب همین علی مطهری. میدونید دوستان کرباسچی در مورد فائزه هاشمی چی گفته؟ نگفته غلط کرده، نگفته اشتباه کرده، گفته این خره خیلی حرف میزنه. یعنی حرفا ما رو درفا در گوشی ما رو این خره میاد بلند میگه. حسابشو بکشید دوستان عزیز. حالا فائزه هاشمی خره خره از اینو بلند میگه، ولی دمش گرم که میگه، نشون میده تو محافل خصوصیشون چه دشمنی. آقا اینا دیگه براندازن، اصلاح طلبان رسما شدن برانداز جمهوری اسلامی دیگه. آقا اینا اپوزیسیون اصلاحات، خب میگم اکل لفظ اسلام، ما میخوایم اصلاح بکنیم جمهوری اسلامی رو، کنار گذاشتن، الان برانداز جمهوری اسلامی هن. اینا برانداز جمهوری و جماعتی بی همه چیز، بی وجود، بی شرفن. و خنده من قطع میشه وقتی به این جماعت بی شرف میرسم، چون که اینا از هر دشمنی دشمنتر، از هر خائنی خائنتره. این همه توی کشور پولدار شدن، به مقام رسیدن توی نظام، بعد دست این نظام گاز گرفتن، بعد خیانت میکنن، بعد وطن فروشی میکنن، بعد حرامزادگی، بعد بیناموسی، همه کارشون، بعد تکثیر میکنن. یه سری حرامزاده تر از خودشونو تکثیر. مگه این نفیس کونورد، اون خانم قاضی زاده، قاضی پور، قاضی زاده هم تو بی بی سی کار میکنه، مگه اینا رو کی پرورش داد؟ همین کامیلا انتخابی فر، اینا تو زن روز بودن، فائزه هاشمی پرورششون داد، فرستادشون خارج کشور. خب حالا بریم سراغ طنز خودمون. دوستان عزیز، یکی دیگه از اینا که میخوام براتون معرفی کنم، حسین باستانیه. حسین باستانی سال 78 اینا تو بولتن نویس خاتمی بودین. این حسین باستانی بولتن نویس خاتمی بود، این نوکره و اوان انصارش بود. بعد سال 87 رفت خارج کشور، یه مدتی تو روز آنلاین بود. تو همون 87 که تلویزیون بی بی سی شروع به کار کرد، دیگه آماده شده بودن واسه حوادث 88، حسین باستانی هم جذب میشه. خیلی میخواد خودش متعادل نشون بده، خودش به قول معروف آدم میانه رو، نزدیک به خانواده شهدا، سپاه، فلان، یعنی همیشه سنگ متعادل. ولی این پروژه است دوستان عزیز، پروژه شونه که بتونن از اون بخش ها هم بکنن از نظام، دوچار ریزش بکنن. نمیدونن وطن پرستان اومدنه، نمیذارن جمهوری اسلامی دوچار ریزش هم بکنه، 100 تا وطن پرست جاشو میگیره. و ما امروز اومدیم که ریزشانو پر کنیم و ماشاءالله و رویشه، رویشه وطن پرستان در کالبد جمهوری اسلامی. اینا همین اتفاقا من گفتم بیشتر ریزشانو همین حزب الله داشتن. من این اصلاح طلبان کی بودن؟ همین حزب الله بودن. وان چپای تندرو آدم خورا اول انقلاب بودن. مگر احمدی نژاد حزب اللهی نبود؟ دست آقای خامنه اینو بوس میکرد. الان کجاست؟ الان صفش کجاست؟ اما رویشا کجاست؟ رویشا از ملی گرایان، وطن پرستانه. ما امروز اون ریزشا به قول معروف پر کردیم، از هر نفرشون 10 تا وطن پرست جاشو گرفته. مهدی جلالی تهرانی، این احمق، اینم آخوندزاده است دوستان عزیز. یکی از البته تحصیلات خارج کشور داره، به حساب آدم تحصیل، خب به معنای، ببینید دوستان، دانش با بینش فرق میکنه. یه رو ممکنه دکتر باشه ولی بینش عوامانه ای داشته باشه، طرف ممکنه بی سواد باشه ولی بینش بسیار بالایی داشته باشه. اینا بی سوادن و عقده‌ای. و اینه که به شدت تجزیه طلب، وطن فروش، خواستار حمله آمریکا به ایران، خواستار تحریم‌های سراسری و کمرشکن که مردم ایران از نان شب بیفتن به مردن، اینا طرفدارشونن. اینا دوستان عزیز، معرفی چند از این اپوزیسیونا در بدا. اون حسین قاضی زاده هم از او الدنگ تو من تو میاد، بعضی وقتا تو صدای ریاض، بعضی وقتا توییت هم میکنه. اونم از همین جماعت بی‌ناموس و بی همه چیز اصلاح طلبان ها، اونم از خاصگاه اصلاح طلبان. بعضی ممکن میگن دوستان اینا رفتن خارج، دیگه با اصلاح طلبان چه کار دارن؟ نه، اینجا رو اشتباه کردید. اینا اصلاح طلبان صادرات چون کردن، یعنی الان مسیح علی نژاد، معصوم قمیکلا، الان که خودشو میخواد برانداز نشون بده یا چیز، خدا خاتمی یه اینطور بکنه، با سر از تو به قول معروف از من به سر دویدنه، با سر میرن برای اینا. همه ادا اطفارن که میخوان خودشونو مستقل نشون بدن، ولی اینا قلبشون با همین اصلاح طلبان. اینا اصلاح طلبا ارتزاقشون میکنن، دیدید زمان انتخابات هم میان پشت سر این نماینده و کاندیدا اصلاح طلب، همه اومدن پشت سر روحانی، روحانی داد او روح لازم، همشون اینا دشمنیشون با سپاه و آقای خامنه ایه، چون اقتدار ایرانو
اون این که ایران رو سر پا نگه داشته و اتفاقا ایران هژمونی درست کرده که کل خاورمیانه رو در دست گرفته، هم در اثر به قول معروف رهبری آگاه دانا خردمند و آینده نگرانه ایزد نشان بوده، هم گارد جاویدان، من به اسم چیز میگم چون میترسم کلیپا رو بردارن، و هم اینا بوده، و دقیقا اونا این دو دسته رو میزنن. هیچ وقت شما نمیبینید خاتمی رو بزنن یا حتی روحانی رو هم، بیشتر نوک حمله شون آقای خامنه ای و فرماندهان اینه که اینا دشمن ایران و ایرانی هن، ولی سخنگوی برون مرزی اصلاح طلبان، اصلاح طلبان بی همه چیز اینا رو داشته باشید، اینا خیلی خطرناکن، امیدوارم روزی برسه اینا رو جادو کنیم، ولی در اصورت اینا طنز بودن، خندیدیم. یه مقدارش هم میگم من وقتی به این وطن فروشانی مثل علی مطهری و فائزه و اینا میرسم عصبانی میشم دیگه، خندم قطع میشه، ولی خب رو بقیهشون حقیقت طنز ماجران اینه که دوستان عزیز خوشحال شدم با تون صحبت کردم، عیدتون هم مبارک، انشالله که روزای بهتر از این داشته باشیم، هرچند که ایران عزیز داره به پیش میره، به کوری چشم دشمنان چشتنگ، به کوری اونایی که نمیخوان ببینن، برن گمشن، دورشن، هلاکشن، ایران داره به پیش میره و تمامی موانع و مرزها رو مثل بولدوزر داره رد میکنه. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.